اگر کسی به نون میرسه از این راه هیچ اشکالی نداره، نوش جونتون باشه. بعد نوشتن we need freedom in Iran، ما آزادی در ایران نیاز داریم. We don't want Islamic Republic of Iran، ما جمهوری اسلامی ایران رو نمیخوایم. We don't want to die، ما نمیخوایم بمیریم. Why nobody pays attention to us، این هم یه اسم تاییم میخواستا pays not pay، why nobody pays attention to us، چرا هیچ کسی ما توجه نمیکنه. Where is human rights، قانون حقوق بشر کجا رفته. Where is justice، عدالت کجا رفته. خواهش میکنم. آقای سرکی شما اصلا خوبای روشنه نه قربان نیستم، خیلی ممنون. شما بفهمه نیستم. ببهمی خواهش میکنم. اتباکی جان، آقای اتباکی سلام. سلام، شبت خوش. قربان شما. آقا شما چند دقیقه پیش درباره عکسای تو ایران صحبت میکردید که اینا هیچی کانتریبیوت نکردن تو دی کانتری، بهتره که اینا اصلا عبه این ببن اینا. نه 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 نه، هفته هنه من نذاری بنابراین متوجه باشه من چی گفتم اول. من میدونم، من اینو میخوام از شما بپرسم. شما توی 33 سال اینجایید، شما 35 ساله کردید. 35 ساله من چیکار کردم؟ بودی و نم کلاهبردار بودی و نمیدونم کلاهبردار جد و آباد بود. وقتی که نفهم بی شعور پس فطرت، آخه چرا تو اومد میزنی؟ من کلاه تو رو برداشتم یا کلاه زنتو برداشتم؟ آخه چرا این حرفا رو میزنی؟ من کلاه کی رو برداشتم؟ چه کلاه بردی تو احمق بی شعور رو کردم؟ مردی که رزل تو مثلا کار همو همسال تو بفهمه خواهش میکنم. آتا وکی ناله چرا کلاه من رو بفهمه خواهش میکنم. بفهمه الو بفهمه خواهش میکنم. آقای آتا وکی، من یک سوال دارم از تلویزیون گوش میکنم. بله. میخواستم ببینم شما اینقدر شما خودتون رو میخارونی چی کشیدین مگه؟ همون از تلویزیون گوش کن که بعدت خرابه برادر. چی بگم؟ بفهمه خواهش میکنم. این پیشی هم اومد. بفهمه خواهش میکنم. بله بله خیلی ممنونم. برای وطنشون یه قدم ور نمیدارن. اون وقت هم بیم که ایرانی ها وطن پرستن و نمیدارم. اینا باید یه خورده باید ما واقعا کلامون رو قاضی کنیم ببینیم چه به کی جورک. از حدود اینکه اینا رو قشنگ قیافه ها رو بیا نگاه بکنیم. اینا هستن؟ آخه نیام نه. اگه اینان پس این شاخ شمشاد چیه؟ ما تظاهرات هم که میریم اینجوری میریم. قشنگ نگاه کنیم. خب تموم شد. حالا بیان شما نظرتون رو بفهمه راجع به اینا که دیدیم. بفهمه. سلام علیکم. سلام و علی خود بلندتر بگید. محمد تو آقا جان، من دیگه حجت الاسلام فاکر هستم. صداتون نمیاد آقا. حجت الاسلام صداتون نمیاد. حجت الاسلام فاکر هستم. بله بله خیلی ممنون. به ترتیب دوروریاتونو بدید. کسانی که حرف رکیک میزنین، وقت تلف میکنین، حرام میکنین، وام میکنین، باجون به خودتون بیاید نکنید. ببینید طرفدار ندارید. آقایون بیشتر آقایون هستن که تلفن میکنین اینجا وقت رو تلف میکنید و حرفای ناشایست میزنید. طرفدار ندارید، کسی نمیخوادتون. میاد خودتون رو خرابتر و بدتر میکنید. به هر حال برگردیم بریم یک تلفن دیگه بگیریم. بفهمی خواهش میکنم. شما بفهمید. الو آقا سلام علیکم. سلام قربان. بنده یک تقریبا 10 دقیقه پیش خدمتتون تلفن کردم از آقا. صدای شما اصلا نمیاد قربان. بنده عرض کردم که 10 دقیقه پیش خدمتتون تلفن کردم. حضرت آقا فکر کردید بنده مزاح میکنم. بنده مزاح نبود، بخواستم با سرکار صحبت کنم. میتونم صحبت کنم؟ شما چی میگفتید قربان؟ بنده عرض کردم بنده قربان یک رهبر یک روحانی هستم، حجت الاسلام فاکر. بنده اسمم این تو اسم بنده هستش آه. شما حجت الاسلام چی؟ فاکر قربان. چاکر؟ فاکر سه الف تاب ره. این معنیش چیه قربان؟ از تفکر میاد آه، تفکر رو دفعه میخواهش میکنم. به زمنان باران بسیار بسیار وحشتناک و شدید داره میاد. اگر این صدا رو میکروفون میگیره صدای بارونه که رو سقف داره میخوره. بفهمی الو سلام. من با این صدای بارون صداتون خیلی کم میاد.
آقا خوب هستی شما؟ محمد تو خوبم. ببخشید آقا من یه سوالی از شما داشتم. بله. میخواستم بدونم که شما از کجا باشید اومد اینجا؟ از کجا چی؟ یعنی از کدوم مغازه تو ایران مال شما بود؟ کدوم مغازه؟ من ایران مغازه نداشتم، من خیلی جوان بودم به مغازه داری نرسید. آها، یعنی من یه کلا الان با چند تا از دوستان و رفیقان اینجا نشستیم، میخواستیم بدونیم که شما یعنی در واقع از کدوم گوری آمدی اینجا؟ بله، شما و دوستانتون از آدم های بی ارزش هستید که اینجا نمونه شو چند نفر نشون دادیم عزیزم. خیلی ممنونم. خیلی مشکل شده که من صدای تلفن رو بشنوم چون خود از من فاصله داره. خواهش میکنم بلند صحبت بکنید که من بشنوم. بیا بهم خواهش میکنم. بله. از